اکنون دعایی که حضرت عایشه مادرمون از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلام پرسیدن که آیا من در شب قدر وقتی که شب قدر را پیدا کردم دانیستم که شب قدر است چی دعا کنم خواهش میکنم که این دعا را شما هم یعنی از خود کنه حفظ کنه این دعا را حتما داشته باشه اللهم انک عفو کریمون تحب العفو فاعف عنا پروردگارا بار الها تو بخشنده هستی چقدر بخشنده مهربان هستی و بخشیدن دوست میداری داری پروردگار ما را گناه های ما را صح و, کتا و خطا و, کمبودی ها و ناقصی های ما را ببخش یعنی این دعا را برادران بزرگاری من من و شما هم در این شب دعا داشته باشیم تا اینکه خداوند اون همه خاطرات سیاه خاطرات تلخ اون همه معصیت و گناهی که در حیات کرده ایم الله و رب العالمین اونها را از ما بخشیده بگردانه و از خداوند عاجزانه مسئله دارم که برای تمام شخصیت هایی که میخواهند که از شب قدر استفاده ببرند خداوند برای اونها توفیق و قوت برای عبادت کردن نصیب بگردانه و همه ثوابی که خوبی هایی که در شب قدر هست خداوند برای تمام برادرهای مسلمان ما در روی دنیا خصوصا برای برادران мусофиру муҳоҷири мо насиб бигардона акнун бародарони азизи бузургвор суҳбати имшабаи ман яне ҷавоби саволҳои бародарҳо ҳаст чунки бениҳоят саволҳо да мо зиёд ҳастанд мутаассифона мо натавонистем ки дар давоми не ин шабҳои гузашта саволҳои бародарҳоро ҷавоб гӯем хб ина бародари азизе савол кардааст ки ассалому алайкум вараҳматуллои вабаракатулло хоб домулои азиз ман савол дорам хб ман тӯли сездаҳ сол шуд намоз мехонам аммо қазоиам кардагиам намедонам чӣ қадарашро ман чӣ хел намозҳои қазоиямро адо кунам як маслиҳат медодед хоб пешакӣ саломат бошед ва дар ҳаққи ман و برادران و همکاران من دعاگو باشید که مشکلی کلانه داریم خداوند بزرگو شما را همراهی اون برادرها و همکارهاتون بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه و خداوند مشکلی های شما را آسان بگردانه اکنون برادر عزیز وقتی که شما قضای زیاد داره شما باید که یعنی فکر کنه که چی در قضایی داره مثلا دوام 13 سال شما گفته که نمازخان هسته در دوامی 13 سال یعنی فکر کنه گمان شما فکر شما چقدر قدر زیاده که آمد یعنی همو زیادتی را گیری تا ایست ایست قضایی را تا وقتی که فکر تو آرام شد که قضایی های من بود شما یعنی در هر نماز تو میتوانه که یعنی در نماز پیشین یا اینکه پیش از نمازی عصر یا اینکه بعد از نمازی عصر بعد از نماز شام بعد از نمازی خفتن قضایی ها نا آیست آیست خاندن بگیره تا اینکه از گردن شما ساقی تو خلاص چون که قضایی این حکمی قرضه داره تا انسان اگر نخوانش از گردنش ساقید نمیشه برادر عزیز بزرگوار خب جو برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملا جان هزاران بار رحمت بر پدر مادرتان خب داملا اگر پاهایت از جای نماز بیرون باشد نمازی خوانده خواندگی یگان ضرر ندارد اکنون برادر از وقتی که در حالت نماز خوندن پایها از جای نماز بیرون می شون. مثلا همون جایی که پاد یعنی از جای نماز بیرون شده است اگر جای به نماز نباشه ضرر نداره مثلا در بیرون باشه یا اینکه در جایی هستی که دیلت باوری داره که همون مقصد خالی قالینی تای پاد باشه یا اینکه زمینی که در زیر پاد هست همون تاهیر است یعنی نمازی هست نجس به نماز نیست در این صورت باشه ضرر نداره اما اگر جای مثلا خانه های که کودک دارن اکثرا قالین هاشو به نماز هستن چون که کودک ها مقصد پیشاب میکنن به نماز میکنن اگر چنین حالت دا باشه وقتی انسان یک مدتی اندکه که وقتی پش ای جای نماز بیرون شد وقتی بیاد درست در حال باید پاشه یعنی داخل جای نماز کنه اما اگر دوام یک رکن نماز مثلا رکن قیام руку саҷда ино ҳар кадомаш як рукн ҳастанд яъне давоми ҳамаи рукуъ агар пои инсон да ҷои бенамоз биёяд ё ин ки давоми ҳамаи сажда пои инсон а ҷойи намоз берун да ҷои бенамоз биёяд намозиш фосид мешава барода намозиш бекор мешава бояд ки намозша аз сар бихонад ба мин хотир шумо нигоҳ кунед ҳамун ҷое ки оту аз ҷойинамоз берун шудааст агар намозӣ бошад бароатун зарар надорад амо аарбенаоз миқдори агар андаке бошад албатта ра кароҳият дорад аммо миқдори як рукн миқдори тамоми яне қиём ё тамоми дар рукӯъ истодан тамоми да сажда истодана агар пои шумо айҷои намоз берун шид да и сурат бародари азиз намози шумо фосид мешава намоз туна бояд азсар хонае хб ассалому алайкум домилои ширин субхан як савол мард дар русия бошад зан бе иҷозати падар яъне хусураш метавонад ба хонаи падараш ё ба дигар ҷо равад اگر اگر چی شوهرش رو پرسیده باشد با تلفن اکنون برادر عزیز خسور برای کلین حق, حقوق و حق پدری داره اگر چی یعنی شوهرش هم با تلفن پرسیده باشد باید خسورش رو بپرسه چون که داو خانه یعنی کلانتر و بگیم سردار خسور است پدر است وقتی به اجازت برآمد رفت البته روی نگران میشه و تشویش میشه و به این خاطر کلین باید ده همه حرکت و حالتش وقتی که شوهرش نیست یعنی نگهبان او نگه کننده او یعنی همچون پدر او کلانترش خسورش است باید به اجازت خسور خوشتامن از خانه بیرونش البته را حتما باید که از خسورش از خوشتامنش بپرسه و بعد برو مادر چون که اونها حکم پدر و مادر دارن خسور خوشتامن برای زن و مرد اینها یعنی چیان حکمی پدر و مادریت دارن با این خاطر به اجازت اونها اگر چی از شوهرش هم پرسیده باشه به اجازت اونها باید از خونه بیرون نشو برادر عزیز خب سلام علیکم استاد عزیز ما در یک مکتبی با گتی ها کار میکنیم وقتی وقتی کنیکول میشود ما از رزدیوالکه ها جمع میکنیم و پاپوشی ها را در مصر میپرتاییم اگر ما از اینها گیریم جایز است اگر همون چیزهایی که مثلا در رزدیوالکه شما گفته جوی لباس بدر کنی، همونها را اگر دیگر سراغ نکنن و یعنی برای پرتافتن باشن برای یعنی در مصر انداختن باشن اگر در این صورت باشه اگر شما گرفتن تو ضرر نداره اما اگر اونها را صاحب هاشون بعد از اون با از شما سراغ کنن و یعنی بپرسن که چیزهای من همی بودن هستن در این صورت یعنی درست نیست ممکن نیست برای شما گرفتن استفاده بردن اما اونها وقتی که از اون جایی که شما میگه برآمده رفته باشن بعد وظیفه شما اونجا را پاگیزه کردن در موسر پرتافتن باشه در این صورت از اون چیزها یعنی شما گرفته استفاده برده میتونید. این چنین است این یعنی موسر هایی که یعنی در قد راه ها هستن مردم یعنی چیزهای زیادی شونه چیزهایی که هنه میاندازند، می اندازن انسان که از او هر که پیدا کرد یعنی برده تازه کرده و استفاده ببره براش یعنی мониият надорад дуруст аст мақсад хуб ассалому алайкум домлои азиз падари ман аз ҳаёт гузаштаанд ман духтарашон ман духтарашон метавонам шаби ҷумъа ва шанбе душанбе дуо хонам бахшам мешавад ман духтарашон ҳастам ду фарзанд дорам ва дар шаҳри мусофирӣ бо оилаам дар ҳаққи мо муҳоҷирро дуо кунед اگر اگر کی به سوالم جواب دادید الله از شما راضی باشد رحمتی کلام سلامت باشه خواهر محترم اگر البته را شما همه وقت همیشه میتوانه که در حق یعنی پدرتون یا مادرتون وقتی که گذشته است همیشه میتوانه که در حقشون دعا کنه دعا کردن برای شما یعنی درست است و ممکن است دهشون دعا کرده میتونه ف... یعنی شب دوشنبه و شب سه شنبه و شب پنج شنبه شر نیست اگر شما خواهر محترم نماز خون باشه ان شاء الله که همون نماز خودش دعا است وقتی میگه اللهم اغفر لی ولي وارد پروردگار گناه های من مغفرت کن، گناه های پدر مادر ما مغفرت کن همون لحظه اونها یعنی در دعای شما داخل میشوند اگر چی بعد از نماز هم باشه یا شب هم باشه روزانه هم باشه چند سوره که شما میدونه د... می میتشوه که اونها را یعنی شما خانه و در حقیق پدرتون یا مادرتون سواب و بخشه فرقیت نداره چی پسر چی دختر یعنی پدر و مادر وقتی از دنیا گذشتن یعنی اونها انتظار دعا دارن از فرزندا به این خاطر شما در حقش دعا کنید خدا هم برای شما و اهل بیت شما خواهر محترمه بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه خب برادری از سوال کرده سلام علیکم الله. یک سوال دارم اگر در رکعت یکم یا دویم خطا کنی سجده سهو را در قعده اول میکنی یا در قعده آخیر اکنون برادر از وقتی که انسان در نماز سجده سهوش واجب شد در آخیری نماز سجده سهو میکنه نماز بود میکنه یعنی قعده بین اینچنین نیست که وقتی در اتحیات بین نشستی باید سجده کنی و بعد از آن خسته داره رکعت دیگر یعنی در قعده آخیر پیش از یعنی نماز سلام کردن سلام دادن بر آمدن یعنی سجده سهو میکنی بعد از اون با از ابتدا تحیات میخونی و اللهم اللهم بارک الله بعد از اون یعنی سلام داده از نماز میبروی سجده سهو باید در آخیر کنی برادر عزیز خب این سوال داشته بود من بسیاری وقت در درون نماز فراموش میکنم کی سه رکعت خوندم و یا چهار رکعت خب در این حالت سجده سو کنم یا نماز را از سر میخونم تشکر برای جوابتون اکنون برادری از وقت شما بسیاری وقت در درون, در نماز فراموش میکنه که چند رکعت خونده اگر این حالت در شما گاه گاه باشه مثلا دائمی نباشه هفته یک بار شد و ماهش یک بار شد در این صورت برای شما بهتر نمازتون از سر خوندن است اما اگر دائمی باشه به با چنان فراموش خاطیره باشه که یعنی دائمی هفتهش دو سه بار یا چهار بار هفتش یعنی در نمازها این چنین فکری شما دیگر سره و فراموش کنه چند رکعت خونده در این حالت شما یعنی غالبی گمان تو نمیگیری فکر میکنه که سه رکعت خونده یا چهار رکعت یعنی زیاتر فکرتون کدوم سنه که غلبه کرد همو قبول میکنه اگر فکرتون غلبه نکرد در این حالت یعنی چکا میکنه

سلام میکنه اگر این یعنی فراموش خاطری شما دائمی باشه اما دائمی نباشه بهترش نمازتونه شما اثر سر خونده برادری عزیز خب السلام علیکم دامولا یک سوال داشتم نام عبدالله نام عبدالله باید چگونه باشد عبدالله باشد یا عبدالله و باز خب آدم هایی که نماز جنازه می روند اما از نماز جنازه چیزی نمی دانند. پس پس جواب خب دارد یا نه این نماز جنازه چی بو پس پس سوال سوال دارد یا نه این ج... نماز جنازه الله یارتون باشد اکنون برادر عزیز یکم سوالی که شما گفته که نامی عبدالله این عبدالله هست اصل یعنی آخرش ه داره عبدالله معنای عبدالله بنده الله میشه یعنی بنده خدا این نام درستش عبدالله نیست عبدالله به اخیرش هی آخیرش یعنی کلمه هیره اظهار کردن عبدالله هست و دیم سوالی که شما گفته که آدم هایی که نماز جنازه میرون و نمیدونن اصل نماز جنازه را همون تکبیرهاش فرض هستند تکبیرهایی که الله اکبر الله اکبر گفته میشه اونها حکمی رکعت نماز دارند اما سبحانک عادتا مردم خودمون یعنی سبحانه می خونم الله میخونیم در یکم تکبیر در دیوم تکبیرش الله مسلی علی الله مباری که الله میخونیم در سیم تکبیرش اون دعایی که برای مرده است الله مخفیر لحینا و مایتینا و شایدینا و غایبینا یعنی اینا میخونیم انسان هایی که این دعا را ندونه میتونن که الله مخفیر لیخونن میتونن می که دعا کنن که الله مخفی له الله مرحم و پروردگار همین مایت رحمت و مخفیرت کن چی به زبان تاجیکی هم گویم براش درست است اینها سنت هستند اگرچه اینها را یعنی ندانن نگوین یعنی همون تکبیرها را تکرار کردن گیرن فرض جنازه ادا میابه اما ثواب انشاءالله میگیرن چی خوبه میشد اکثرا انشاءالله که بسیاری مردم ما اینها را میتونن که یکم تکبیر در سبحانه کلام میخونن دیم تکبیر الله صلی علیه اللهم،, اللهم بارک اللهم میخونن در تکبیر در حقی مایید در حقی هم مرده دعا میکنن این یعنی وقت اینها را انجام دادن هم الله اکبر پست از قفای ایمان, ایمان گفتن میگیرن فرضی فرزای فرضای جنازه یعنی هم تکبیراش هستن خب جه و سلام علیکم و رحمت الله خب محترم خداوند شما را زیاد گردوند خب می خواهم در یک مسئله به ما روشنی اندوزید. دادن زکات یا صدقه فیتر ба фарзанди разоӣ ё падару модари разоӣ ҷоиз аст ё не дар ҳаққи мо дуогубош худованд нигабонатнбошабарода бале додани садақаи фитр додани не закот инҳо барои падару модари разоӣ дуруст астанд чунки нафақаи онҳо да гардани фарзанд фарз неста нафақа воҷиб нестдагарафада гардани фарзанди разоишун ба амин хотир яне закота ё ин ки садақаи фитра инсон метавона ки ба падару модари яне раззоиша диҳад ё ин ки падару модари раззои ширхора мешавад падару одаемодаре ки аз у шир хурданд ба унҳора метавона инсонки не садақаи фитр диҳа ва метавона к аз уно садақаи фитр гира закотам инчунин метавона ба унҳора диҳаву аз унҳо гира да инҳо маа нес дуруст аст бародари азиз خب سلام علیکم دوامن محترم یک نفر خب به گناه طرفت گوید که پدرت لعنت آیا لعنت بر پدرت می رود پدری من از دنیا گذشته از التماس در حقش دعا کنید شما رو بسیار دوست میدارم دارم دوامن جان قبل هم تو رحمت و مغفیرت کنه و قبرش پر نور و روحش شاد و جاش جنت بگردونه خداوند قبرش باغی از باغ های جنت بگردونه و روحش از شما فرزندش شاد بگردونه شما شما را هم خداوند در برابر محبتون اجر ثواب زیاد نصیب تو گردونه برادر عزیز اکنون وقتی که انسان یک شخصیت لعنت گفت وقتی انسان خاموش است لعنتی وای به خودش یعنی گشت میرود جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث ها بسیار هستند که یعنی معن داشتند انسان ها را از لعنت گفتند چون که خیلی گناهی لعنت گفتند گناهی یعنی بزرگ است روایتی که ابو داود روایت کردن حضرت گفتن که لا لا تلاعنوا بلعنت الله ولا بغضبه ولا بنار میگه جناب پیامبر صلی الله علیه و شما لعنت نگوی یگان شخصیت به لعنت خدا مثلا لعنت نگوی یا به غضب خدا یگان کس نگوی غضب خدا وان خدا غضب شب به بولت یا با دوزخ یگان کس نگوی خدا و دوزخ تید بگردن یا دوزخ بره جناب پیامبر از این چیزها ما را نهی کردن و معن داشتن در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله گفتن که من من لعن مؤمنا فهو كقتل ف مؤمنا فهو كقتله مثلا هر انسان که یک مؤمن لعنت گویا گناهش کشتنی مثل کشتن اون است مثل این است که خونش ریزونده است یعنی گناهی خیلی بزرگ مثل گناه انسان کشتن جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن به این خاطر پیغمبر بزرگوار نهی کردند داشتن از کلمه لعنت استفاده بردن در روایت بخاری و مسلم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خب این من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والده گفتن از همه گناه بزرگترین یکی از گناه های بزرگ این است که انسان پدر و مادر خچه لعنت میکنه شخصیت پرست از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قیل یا رسول الله و کیف یلعن الرجل والده گفتن یا رسول یک انسان پدر مادری مادر خوش لعنت میکنه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن که خب یسوب رجلو و خب ابا رجلی فیسوب اباه و یسوب امه فیسوب امه گفتن یک انسان پدر مادر یک کس دشنا میده و پدر مادر یک دشنا میده یا اینکه یعنی یک انسان مادر یک کس دشنا میده و مادر یا. این گفته است خودش چی هست مثل همین است گویا پدر و مادر خوش لعنت گفته ایسود است به این خاطر کلمه لعنت انسان باید استفاده نبرد چون که گناهش خیلی گناهی بزرگ است معنای لعنت همین است که میگوی ای پروردگار همین شخصیت از رحمتت محروم و بی‌نصیب بگردد بی لعنت یعنی از رحمت خدا محروم گرداندن به این خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه لعنت گفتن نه کردن معنی داشتن. برادر عزیز کسی اگر شما را یا پدر شما را لعنت گفت شما یعنی خاموش است شما جواب نگردانید برای وی ланати вай барои худуш меравад яне вай худуш да он ланаташ дар қиёмат ҷавоб мегӯяд ба ҳамин хотир шумо беҳтараш ки хомӯш эстеву ҷавоб нагӯе хуб ассалому алайкум домулоҷон саволи мо о домулоҷон саволи мо дар ҷавони чи бошадк ба саволи мо ҷавоб гардонед алло аз шумо розӣ бошад мо دو اپا و خواهر هفت هشت سال پیش خو شش هفت سال پیش چی بوشه شش هفت ساله بودیم هفت هشت سال پیش شش هفت ساله بودیم در موسکو در بیرون یک کودک سه ساله رو زدیم چشمش کفید یا از, یا از یادم بر اومده است سرش بود خب در کچلکه хб хайдам ки омад гуфтемаш наё не ки кӯдак майда буд на фаҳмид скорая омад бурдаш дигар намедонем чи шид хоб дар берун одамо аодамо очаш ҳар чӣ гуфтан моро хоб чӣ бошад кӯ حاضر بایو دمون میرسد می میشوم خب توبه کنیم الله ما رو میبخشد میبخشیده باشد آیا ما گناه گناه گرفتیم نمیخواهیم که الله ما رو از خشواندان ما نشونت اکنون خواهر محترمه هستی یا برادر عزیز هستی شما خواهر بوده اپا و خواهر خواهر محترمه وقتی که انسان در حالت کودکیش هر کار کرد هر گناهی کرد البته را او گناه نیشته نمی شود اما او شخصیتی که شما در کودکی زدش چی سرش کفید یا چشمش بود بود اگر او شما دانه و در دا کجا بودن شد بهترش نزدش رفته از او به خاطر که دیل تون در دیگه چیزی نمانه از او بخشش بپرسه اما انسان در حالت کودکیش اگر هر کم بودی کنه برای وای گناه نوشته نمیشه چون که وای یعنی اخل نداره وای خی... نمیفهمه یعنی مکلف نیست به این خاطر شما می توانید فکر نکنید ان الله که برای شما یگان جزایی نیست فقط اگر در دل شما یگان یعنی غمگینی و زیقی باشه شبهه باشه توبه کنید نزد خداوند ان الله که خداوند گناه شما را می بخشه خب خب السلام علیکم دامولای محترم خب برای برآمدن ریش از مزه ها استفاده برای ممکن است акнун ин мазъҳо агар ягон зарар надошта бошанд мақсад истифода бурдан барои чи риш боша барои мӯи сар бошад ман нест бародаре аз метавоне ки истифода ббаред ин маззъҳое ки имрӯз мураяне зиёд мекунанд дуруст аст мумкин аст барои инсон ки яъне аз инҳо истифода бибаранд хоб ио бо савол додае ки хб ман ҷавон ҳастам мӯи сарам сафед шудааст метавонам ки краска кунам бародари азиз краскаи сиёҳ барои мардина ҳаром аст маън асту нодуруст аст аммо хане кардан ҷаноби пайғамбар сои саслам даришу мекарданд фуқаҳо яъне ханера иҷозат доданд ва да мазҳаби ҳазрати эмомшофиӣ раҳматулло алай краскаи сиёҳ ам унҳо иҷозат додаги ҳастанд да мазҳаби мо дазабиода мазҳаби абу ханифа эмоми зам раматулло ала میگه بعضی موهایی که سفید شده چی اگر چیندن چیندنشون یعنی معنیست به خاطر زیاد نشدن میتونه که انسان موی سفید شکنه اما سیاه کردن موی سره در مذهب خودمون معنی داشته گن اما در مذهب امام شافعی رحمت الله علی اجازه دادن کسی که سیاه کرد یعنی همون قصد داشته باشه که من به مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه عمل کنم چون که در مذهب خودمون باید حرام گفتن و یعنی فقها داشته گستن ббародариз ассалому алайкум домллои мутарам барои фарбеҳ шудан аз таблеткаҳои химиявӣ истифода бурдан ҷоиз аст аку бародари азизн таблеткаҳоганзарарадорабароимардагбаофарбшданбадиаризагуакёахаоагараақад тақиқ куне ҷустуҷ куне вақте ки зарар надоштааба ҷисм бадани инсона برای سلامتی انسان البته را ضرر همچون یک یعنی نوعی ویتامین برای این باشه برای فر شدن انسان ضرر نداره اما بعضی تبلت که ها هستن که انسان ها میخورن که مثلا خودشون رنگ مثل پهلوان ها یعنی با جسمی با قوت کلان گردانن این هاش باشه اگر وی ها را میگن برای یعنی شهوت و برای مردینگی انسان ضرر داره اگر ضرر داشته باشد در شریعت معنی و نادرست است аммо агар зарар надошта бошад барои яне қувват пайдо кардан фарбишудан бошад зарар надора бародари азиз истифода бурда метавонембародариаззсаол кард ассалому алайкум домулои муҳтарам худованди меҳрубон аз шумо розӣ бошад намозҳои қазо шудаи чандсоларо чаҳор ракаат ё ки масалан дувоздаҳ ракаат ният куни мешава ё не намози пешин бошад акнун бародари зиз намозҳои қазошуда чинавекастанахе нятекуннонетаоадмасааннитуаадркатаозазодурусашааат ао хонданшуд од оаӯахонданшу асааннияткаран бигорамдкат қазо наози бомдодчкат наози қазоипешинфарзипешинканаозасракаонагиифа چند عدد چند رکعتی بود هم خواندن میگیری انسان هم میتونه که یعنی, یعنی نیت کنه و بگه نیت کرده میگذارم دوازده رکعت نماز قضا این درست نمیشه همون نمازهایی که هستن مثلا تعیین کردن که کدام نماز است تعینش برای انسان شرط این ضرور است یعنی انسان باید که مثلا بگه که دو رکعت با نمازی نماز یا اینکه چهار رکعت اگر چی قضا گذشته هم باشه چهار رکعت قضا نماز پیشین یا اینکه چهار رکعت قضا نماز عصر نامش گرفته و خواندن گیره چند رکعتی که زورش میرسه خواندن گیره نمیشه که مثلا به یک نیت انسان نیت کنه که در رکعت نماز قضا و معین نکنه که کدام قضا این درست نمیشه برادر عزیز خوب جب سلام علیکم دوملای خوش سخن من هر شب نماز تهجد قیام لیل و دو رکعت دیگر قضا میخوانم. اما همیشه пайдарпай мехонам дуруст аст ва дар ҳаққи мо оғарибҳо дуо куне худованд бародари азиз дар ҳифзу амону шуморо нигаҳ будорав парвардигор мушкилиотуно осон кунад акнун бародари азиз пайдарпай хондани намозҳо дуруст аст инсон метавонад ки не намози таҳаҷҷуд хон масалан ҳашт рикаат ё дувозда ркаат чанд ркати намози таҳаҷҷуд хон баъд аз ӯ бо қёмиа намози наф ният куна чанд ркаат бухонаметуна бад аз он бо қазои хона пайдарпайе зарарнадорамаммо ине ки шумо гуфтед дркаат намози қазои мехонам ҳамун дрката чи наве ки масъалаи пешина буд шумо муайянкунед дркатфарзинамози бомдод инки чорркаат фарзи намози пешин гуфтем ку инсон наметавона ки бгаки ният карданиоарркат азои нияткунааянаунадкаоазоекаоаоа пешин аст аср аст шом аст хуфтан аст муайян ки накадва намозаш дуруст намешавд ба амин хотир намозҳои қазоя бояд инсон муайян кунад хоб ио бародариа ассалому алайкум домуло инсоне ки мемирад як ҳафта шояд зиёдтар дар морг мемонад ё ки дар ягон ҷангал мемирад хб кай мункар ва накир мепурсанд ва то кадом вақта мурда мешинавад одами зиндаро илтимос ҷавобашро интизорем акнун бародарем аз ин масъала масъалае ҳаст ки масъалаи ихтилофӣ ҳаст байни уламо ки оё инсоне ки дер дагур гузошта мешава масалан инсонҳое ки да морг меистанд ё инсонҳое ки да як мисол ҷангал якҷо кушта мешава унҳора кадом ҳолат мункар яне мункару накир малоикаҳои пурсиши қабр мепурсанд дар шарҳи ақоиди насафӣ همون جگیری است که انسانه که غرق می شود یا انسان انسانه که درنده و می یا می و میخوره یا اینکه انسانه که با کلی سوزانده میشه مثلا بدنش میسوزه سوزه این انسان را خداوند یعنی قدرت داره اونها را زنده میکنه و یعنی منکر و نکر حتما از اونها میپرسن این سه سوال از تمام جمله مردم پرسیده میشه من رب بکم ما کم من, من نبیک بعضی از دوستای خدا البته را گفتن که انسانهایی که یعنی اگر چی دیر در خاک گذاشته اونها هم در غیر قبر یعنی از اونها پرسیده میشه این مسئله مسئله اختلافی از برادری از اما وقتی در قبر گذاشتن مردم وقتی که از قبر اونها یعنی جدا شدند، و دور شدند، به اندازه یک مقدار را صدای پای اونها را انسانی یعنی میت انسان در قبر گذاشتن اون احساس میکنه صدای نه صدای رفتنشون میشنوه و وقتی که اونها یک یعنی مقداری که دور شدن البته را بعد از اون منکر و نکیر از اون میپرسن که من رب که ما دین و که من نبی خدای تو کی است دین تو چی است پیغمبرت کی است انسان صالح جواب گفته میتونه من ربی الله دینی الاسلام نبی محمد انسان بد و ناپاک میفته لا ادری میفته نمیدونم یعنی جواب گفته نمیتونه و روح انسانیت همیشه میشنوه руҳи инсоният агарчи даҳ солам гузашта боша сад солам гузашта боша вақте ки барои зиёраташ барои дуо кардани сари қаблаш рафтӣ албатта рухи инсоният эҳсос мекуна садоҳоша мешнава дуоҳоша ҳамаша яъне ки рухи инсоният мефаҳма агарчи ҷисму баданшам пусида аз байн рафта бошанд аммо руи инсоният инҳора мефаҳма бародари азиз хообародар ассаломуалайкум домлои мутарам илтимос гуед ки дар намоз хандидан чи ҳукм дорад х дар намоз хандидан бародари азиз агар хандаи ба овоз бошад таҳорати инсона мешикана яне таорати инсон мешикана намозш фосид мешава хандае овозш баланд шуд инсоне ки дар дохили намоз агаре қастан ханда вай гунагор мешава ва оси мешава хела гунои бузург аст чунки да намоз хандидан вақт таората шикана албатта намози инсонам фосид мекунад ӯ инсон албатта гунаҳгор мешавад ва дар пеши мо якчанд бародарҳо дар вақти намоз механданду масхара мекунанд илтимос хукми онҳоро гӯед оё намози онҳо қабул мешавад ё ки аз нав хонанд илтимосҷаво ак бародар ази гуфтем к вақте ки баланд хандидан садои хандаашун баланд шуд البته تارت های اونها شکستگی است باید رفته اثر تارت کنند بعد, بعد از اون اثر نماز بخونند اما خنده پستی که فقط بدنش و لرزه و خدا به دست گیرند البته در این صورت تارت اونها نمیشکنند البته را گناهگار می نماز جای حزل شوخی نیست برادری عزیز در نماز مسخره کردن حضل کردن بعضی از فقه ها بسیار سخت گفتند تقریبا حکم کفر بردند گفتند انسان نماز مسخره کنه دین مسخره کنه عزامیلا کافیر میشه به این خاطر خیلی انسان باید هشتیار باشه درگاه خدا بسیار نازک است انسان خود خدا... اندک حزد شوخی انسان خود گناهگار میگه هر چیز شوخی داره اما نماز و عبادت بندگی خدا شوخی ندارن برادر عزیز خب جو برادر حساب سلام علیکم داملا خب تمام مردم مسلمان در مذهب امام اعظم هستند در دیگر مذهب کدام مردمان؟ اکنون برادر از همه مردم در مذهب امام عظم نیستند در مذهب حضرت امام شافعی مردم طرف داغستان و چچین و با اکثر دیگرها در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه هستند مردم عرب یا قسمش یعنی مالک مذهب هستند همبلی مذهب هستند یعنی کلان مردم در مذهب ابو حنیفه امام عظم رحمت الله علیه نیستند دیگر مذهب چهار مذهب اهل سنتی و یعنی حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی این چهار مذهب بر حق است پیروی کدامش که باشه انسان یعنی که براش درست است اما انسان در یک حالت نمیتونه به چهار مذهب عمل کرده خب بعد پیروی این چهار مذهب بودن هر کدامش درست است برادر عزیز غیر این مذهب با شیعه ها هستند و دیگر مذهب یعنی خوارج و روافض و معتزله و دیگر مذهب یعنی باطل و نادرست و بیکار هم هستند همه پیروی مذهب امام اعظم نیست برادر عزیز خب سلام علیکم دانلوی محترم التماس به همین سوال ما روشنی اندازید آیا یک آدم کارهایی که بازنش در شب میکند در نزد دوستانش نقل کند گناهگار میشود بله برادر عزیز البته را گناهگار میشود این کار سیری اهل است سیری همسرش است البته را انسان این چیزها را نقل کردن گناهگار میشود به نهایت گناش گنہه بزرگی است جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم سلم در مسلم که این حدیث امام مسلم روایت کرده اند از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه جناب پیغمبر فرمودند که این من اشر الناس عند الله منزله یوم القیامه الرجل يفيد الى امراه و اليه الیه ثم ينشر سرها گفتن از همه یعنی يعني بدترین مردم در نزد خداوند روز قیامت همون مردی هست که شب همراهی همسرش همخوابگی میکنه کار و بار یعنی همخوابگی هم آیلویش انجام میده ها. سحر کشی در بین مردم برامده و یا با نقل میکنه مثلا چی نوعی بعضی نوجوان مرد های امروز هستن جوان ها که نقل میکنه همه کارهای شب هاشونه یعنی همراهی همسرش چی حزل شوخی و بازی کرده از یا چی کار کرده است و چی خیلی همخوابگی کرده اینها را جناب پیامبر صلی الله علیه و بسیار سخت گفتن از همه بدترین انسان در روز قیامت در نزد خدا هم انسان است که یعنی حالت هایی که همراهی همسرش هر کار کرد اونها را در نزد مردم بر آمده آشکار کرده و نقل میکنه این خیلی گناه بزرگ است برادر عزیز این بی‌ناموسی هست که انسان یعنی ناموسش همسرش هست سیرها و کارهایی که همراهی همسرش بکنه در نزد مردم یعنی نقل کنه السلام علیکم دوستان محترم التماس به این سوال ما جواب گرم درباره زن هایی که либосҳои чӣ қадар тунук мепӯшанд ҳатто баданҳояшон менамояд як чизе мегуфтед акн ин занҳо дар лаънати худо гирифтор ҳастанд ин занҳо занҳои дузахтӣ ҳастанд ин занҳо занҳое ҳастанд ки аз раҳмати худо маҳруму бенасиб ҳастанд инҳо хеле занҳои чи ҳастанд баъд астан занҳое ҳастанд ки дар шариат ягон ҳуқуқ қадре надоранд дар ҳадисе ки ин хадиса муслим ривоят кардан аз ҳазрати ابو هریره رضی الله تعالی عنه جناب پیغمبر این گروهی زنها را گفتن اهل دوزخ هستند زنهای دوزختی هستند گفتند در روایت از ابو هریره میفرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و گفتن که سینفان من اهل نار لم ا... لم اراهما گفتن دو گروه مردم مردم چی هستند دوزختی ها هستند گفتند یکی از اونها گفتن شخصیت هایی هستند که در دست هاشو یک چیزی دراز دارن که مثل دم است با اون مردم را میزنند یعنی در دستاش یک چیزی درازه دارند مثل دوم یعنی سخت و یعنی چی هست به اونها مردم آزار میدهند و میزنند و دیگری اونها گفتن نیسا اون کاسیات اون عاریات اون مومیلات اون گفتن زنهای هستن که لباسی لباس دارند در دا بدن اما چقدر لباس لباسی تنک هست لباسی هست که عاری هستن بدنهاشون نمایان است یک لباس در دا بدن دارن که از او بدن هاشو می نمایه مومیلاتون مائلاتون این لباس ها را به چی خاطر با به خاطر که مردم بخشون مائل کنن وقت جلب کنن مردم ها به سوی چون بکشانن یعنی مردم ها وقت چون مائل گردانن رؤوس هنک م... که اصنیمت بختیل مائله لا يدخل الجنة ولا يجيد ريحها و این ریحه ها لا يوجد مسي... و كذا کذا و کذا جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتن که این زنها گفتن در تار سرش مثل کوفهای اشتر چی نوی که در پشت اشتر دو چیزی بلنده کس. که است کوهک است مثل همونها مثلا موهای سر در تار سر جمع کرده می بندن این چنین گفتن های سرش مثل همون های شتر هست این گروهی مردم گفتن داخل جنت نمی داخل جنت نمیشوند و بوی جنت هم در دماغ این گروه مردم نمیرسد. این دو گروه مردم اون یک گروهش که دا دستون دست یعنی چیزهای دراز دارن مردم میزنن میزنند گروه دیگرش که لباسهای های تنگ باریک دارن و باریک و لباس چقدر تنک دارن زنها اینها گفتن داخل جنت نمیشون و بوی جنت در دماغ اینها نمیرسد. و جناب پیغمبر گفتن که بوی جنت از مسافه 500 ساله راه به جنت مونده در دماغ یعنی جنتی ها میرسه یعنی که این جمله مردم این زن که لباس تنگ میپوشن لباس باریک میپوشن لباس تنک میپوشن که بدنشون نمایان است اینها را جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله زن های دوزختی است از تمام خواهر های محترمه بسیار خواهش دارم که از این نوع لباس های حرام از این نوع لباس های نادرست شما یعنی خودداری کنید خود را داری کنی. دارید چون اینها در شریعت معنی هستند حرام هستند هر انسانی که این نوع لباس استفاده بود البته را وای لعنت خدا گرفتار میشه و وای از رحمت خدا محروم می شود ببینه جناب پیامبر این نشانه دوزختی بودن اون زن ها هست السلام علیکم دوستان محترم التماس با این سوال با این سوال من جواب گردانید آیا الله بنده رو بن الله بنده اشرا را گناهش را ببخشد برای آن گناهی که گرچند بخشیده است مجازات میکند یا نه مخصوصا زینا اکنون برادر عزیز گناهی که الله بخشیدش او گناه دیگر یعنی مجازات نمیشه مجازات این عذاب است آیا وقتی که پروردگار توبه با چی خاطر است توبه با خاطر این است که پروردگار انسان عذاب نکنه پروردگار گناه انسان ببخشه و را ببخشه او را یعنی عتاب نکنه عذاب نکنه در آخرت وقتی که انسان خداوند بخشید البته را او را رب العالمین دیگر عذاب نمید چون جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که و تائب و من الذنب که من لا ذنب له گفتن انسانی که از گناه توبه کرد او مثل شخصیتی است که هر گناه هرگز گناه نکرده است یعنی خداوند گناه او را محو نابود میکنه حالی بخشندگی خداوند که پروردگار بخشنده هست عفو و کریم است ҳамин аст ки да қиёмат парвардигор айбу гуноҳи бандаша изҳору ошкор намекунау мебахшаш авф ҳамин аст даргузашти аз гуноҳ аминаст ки парвардигор намегӯяд ки ай фалони ту фалону зино карда будӣ а фалон фало фалон гуноа карда буд аввалгуноа ошкор изоркуна бадазонба гунота бахшидам чунин нест парвардигор авф мекуна яне нопурсида мга ан ама гуноотурабаха برا یعنی که چکار کن در جنت عیش عشد کن پیغمبر بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم جای دیگه هم گفتن که ان دم و گفتن پشایمانی از گناه خودش توبه هست مثلا انسان از گناه که پشایمان شد این خودش یعنی تو خودش توبه هست بایم خود انسانیت وقتی که توبه کرد از تحت دل توبه کنه ان الله که رب العالمین وعده کرده است که او را میبخشه در آیه می, آیاتی می که لا تقنطوا رحمت الله аз раҳмати аллоҳ ноумед нашаве агарчи инсон гуноҳи зиёдам дошта боша агарчи ҳатто да як ҳадиси қудси худованд мегаа к ай фарзанди одам мега агар гуноҳи ту рӯи замина пур куна ба чунон гуноҳи калоне куни рӯи замина пур куна баландиш да осмон бираса дар назди ман тавба кун аз ман талаби мағфират к ман ҳама гуноҳҳои тура мебахшум парвое надорам به این خاطر ای انسانیت باید از رحمت خدا ناامید چون که رب العالمی میگه لا تخنتو میر رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله رب العالمی آن چه هست است که جمعی گناهی بندر را میبخشه چی قدر گناهی کرده باشه گناهی کلان هم باشه وقتی که بخشید البته را در قیامت این انسان خداوند یعنی مؤاخذه نمیکنه عتاب نمیکنه عذاب نمیکنه به این وقتی که انسان توبه کرد ان شاء الله رب العالمین خداوند توبه او را قبول الله توبه بنده اش به نهایت دوست می داشته است جناب پیامبر صلی الله علیه و در روایت گفتن که لله اشد و فرحان به عبد المؤمن گفتن خداوند به نهایت خوشحال میشه با به توبه کردن بنده مؤمنش به این وقتی انسان توبه کرد ان شاء الله که رب العالمین توبه او را قبول میکنه خب سلام علیکم بابا جان شما گفتید که سوره قل هو الله احد ثواب سه یک قرآن را دارد کمی روشنی می انداخت بله برادر از این جناب پیغمبر صلی الله علیه و گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه و در حدیثی که این حدیث بخاری روایت کردن حضرت فرمودن که از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن که در саив нфси бидиҳ инаҳа латдилу слалқурон фта қасан ба ҳаму худое ки ҷони ман дар ихтиёри ӯ аллоҳ аст гуфтан сураи ихло сураи қу в л ад ин баробари сяи қуръон аст абаттасаоб савобш баробари ея қуръонаст дар ривояти дигар инчунин ҷаноб пайғамбар اه ба суи али асобгуфан

شب خانان بعد از آن خواب کنند بعد از اون, اون شخصیت گویا رسول الله ما کدامون این طاقت داریم توانایی را مثلا مقصد ما نداریم توانیم که یعنی پیش از خواب رفتن سه یک از سه سه قران خوانیم بعد از اون خواب کنیم جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله بسوش گفتن قل هو الله احد الله الصمد سلسل قرآن گفتن انمی سوره قل هو الله احد الله الصمد خوانه گفتن این خودش ثواب سه یک قران داره مثلا هر انسانی که سه بار خواند سوابی ختم قرآن البته ختم صغیر ختم میده میشه ختم کلان نه ختم کبیر نه ختم صغیر میشه و سوابی کلان داره این چنین با حدیث ترمذی از درباره فضیلت سوره اخلاص که از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده که ان رجلا قال یا رسول الله انی احب هذه السوره قل هو الله احد شخصیت میگه از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله گفتن من همین سوره را دوست میدارم همین سوره قل هو الله احد الله دوس هو الله بسیار دوست میدارم расули акрам лмба су гуфтанд ки инна хбаҳа адхалака лҷана гуфтан ин мабату дӯстдории ту тра дохили ҷаннат к ин сураи ихлок саио саи а дӯдотану атинр о аанд ои аноби памбааданд р инонек якбор он саоби сея қуонз хд السلام علیکم دامنو جان در باره سواب تهارت کردن یک چیزی میگفته چی سواب دارد برادر از تهارت کردن سواب باش این است که گناه های انسان پاگیزه می شود جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک شده که حدیث مسلم است از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت که من تواضع فا احسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت اظفارها وقتی که انسان تهارت کرد تهارت خوب کرد مثلا روح از دمیدن مه تا این نرمی های گوش تا پایان دستار تا آرین پاها را همراهی بجیلک یعنی چقدر به خوبی شست, و تاارت کرد جناب پیامبر صلی الله علیه و گفتن تمام خطاها و گناه های وی پاگیزه می شوند حتی گفتن گناهاش از تحت ناخونه هاش می ریزند یعنی انسان که این چنین کرد در روایت دیگر که این حدیث مسلم روایت کرد جناب پیامبر صلی الله علیه و گفتن که وقتی که بنده مسلمان و مؤمن کرد وقتی که رویش را رو شست شوشت، وقتی شستن روی اون گناه هایی که بچه شم یعنی دیده بود و گناه کرده بود اون گناه هاش از وی بخشیده میشوند. وقتی دستاش اون گناه هایی که مثلا به دست کرده بود اون گناه هاش بخشیده میشن وقتی که سرش محس کشید اون گناهی که یعنی کبر و تکبری کرده بود اون گناهش از او بخشیده می و وقتی که پاهاش یعنی شور شست بسبب ریختن قطره های آب پاهاش اون گناه هایی که یعنی به پاها رفتل به سوی گناه اون گناه هاش از انسان بخشیده می شه این فضیلت داره با درویات دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه و گفتن که امت های من در روز قیامت یعنی دعوت کرده می و, و اونها شناخته میشن از روی این از روی تهارت کردن این اعضاهایی که یعنی در تهارت میشستن اینها در قیامت یعنی نورانی و سفید می مثلا روی انسان دستاش تا آرنج پاهاش تا بوجی این اعضاهایی که ما در تهارت میشویم می اینها در قیامت سفید میشدن یعنی از روی اینها انسان میشناخته میشده است دعوت میکن جناب پیانبرتان هر انسان بخواهد که در قیامت یعنی این نورها و این سفیدی هایی که شناخته میشه و بسوی جنت بسوی یعنی پرسیش خدا و بخشش خدا دعوت میشه کسی بخواهد این شای یعنی زیاد کنه یعنی تهارت زیاد داشته باشه تا اینکه در قیامت این اعضاهایی که در تهارت میشویه ها در قیامت سفید شوند و خداوند از عذاب قیامت خلاص کنه و انسان خب چه برادر سال سلام علیکم داملا خب من سوال دارم آیا پیش از نماز عید رمضان یا عید قربان نماز بامداد خوانده می شود یعنی بله برادر این نماز ها را یگان چ نمی کنه پیش از نماز عید رمضان هم عید قربان هم نماز بامداد همه وقت همیشه خوانده میشه برادر عزیز خوبجا برادر سلام علیکم التماس بهم سوال ما جواب دیهد. بسیار مهم است ما در غریبی هستیم برای آنکی که والدین والدین خواتیر نشون ما می توانیم آنها را گوییم که ما خوب هستیم کمبودی نداریم اما در اصل این خیل نیست سلامت باشه سلامت باش شما برو البته را انسان در همه حالتی باشه باید شکر گذار الحمدلله بگه خدا را شکر باشه بگه چی خوب میشه البته اونها را تشویش نکنه شما اگر چی شما مشقت و دشواری هم داشته باشه اونها را بگه الحمدلله پدر جان مادر جان حالی ما خوب است کمبودی نداریم تا اینکه های اونها شاد و خرسان شد اونها اگر چی ما من شما مقصد در حالت خوب هم باشیم اونها غم میخورن با بخواهیم نخواهیم اونها در فکر در غم ما هستند اما به هر صورت با حرکت کنیم که خودمون وقت با اونها صحبت میکنیم در این یعنی ویدیو ویزوف ها که وقتی هم دیگر رو میبینیم چقدر وقت های خود را شاد و خورسان گیریم تا اینکه اونها غمگین نباشن برادر عزیز البته این گناه نمیشه این بهتر است انشاءالله اینجا برادر سلام علیکم داملوی عزیز من قضایی گذشته دارم شب قدر میتوانم نمازی نفل خونم جواب دادید بله برادر عزیز میتوانه انسان قضایی داره برای او درست است میتوانه که نمازی نفل خونه اما اگر قضایی خونه قضایی براش بهتر است که قضایی قرض است گردنش سلام علیکم داملوی در باره, باره ناحق آخ کردن پدر خب یک امر معروف کنین من یک مخلص شما التماس سلامت باشه برادر عزیز درباره آق پدر ناحق اکن این است که پدر و مادر وقتی مثلا در یگان کاری گناه فرزند امر میکنن مثلا به فلانی عمک و تقاید گب نزن قطی اون گب زدی آخد میکنم یا یک کاری که غیر امر شرعی است در این صورت وقتی اگر انسان آق نه و گناهگار آق نمیشوه یا اینکه پدر و مادر از روی یگان کاری که غیر کاری شریعت است مثلا برای خدمت خچون نیست مقصد یک کار عادی میفرمن اگر اگر خفشان آخ کنن البته اینسان انسان آخ نمیشه به هر صورت شما برادر عزیز حرکت می پدر مادرت ما خفه نکنه اونها را یعنی خرسند کنه خدمت کنه دعاش نگیره چون که اونها در حیات غنیمت هستن اگر در صورت ناحق آخ تو کردن شما یعنی آخ نمیشه و شما گناهگار نمیشه برادر عزیز خب چه برادر سال کرده که سلام علیکم دوملا آیا روزه شش روزه بعد رمضان گیری هر سال باید گیری التماس جواب دهید الله نگاه بموش با سلامت باشه برادر عزیز اکنون چنین نیست که انسان یک عملی نافله را مثلا این روزه یک شش روز بعد از رمضان است ایرا این این نیست که انسان وقتی یک سال گرفت دیگه هر سال در گردنش واجب شوه و گیرش چنین نیست کدام ساله که توانایی یافت و توانسته گیریفتش سواب میگیره هر یک روزش ثواب دو ماهه را داره کسی که شش روز بعد رمضان روزه گرفت یعنی ثواب همه سال روزداری از خدمت میکنه اما این سال که توانیس گرفت سال دیگر نتوانیس یگون بیمار شد مثلا از گردنش ساقیت است این نیست که مقصد به سبب یک بار گرفتن در گردنش واجب شود دائمی باید گیرش چه نیست برادری عزیز خب سلام علیکم دوامان محترم یک برادر دارم بسیار حیا دارد در اندکی گب شرم میکند عرق میکند آیا бо ҳаё будан хуб аст ёне бале бародари зиаё ин шохаи эмон аст яке аз шохаои эмондорӣ ин аё аст ҷаноб пайамб и м меамд валаёу шбатн мин алимон аё худуш як шохаи эмон аст албатта инсони ба аё будан хуб аст бародари зиз дар ривояти дигар ҷаноб пайамбар и м фтани алаё ла ъти илло бихайрин ё ин ки алаёу хайрун куллу алаё кулл хайрун тамом нави аё не инсони бааёад خوب است براش در روایت دیگر که شخصیت را در نزد جناب پیامبر صلی الله علیه و گفتن که فلانی حیا داره جناب پیامبر بسیار وصف کرده است که بسیار خوب است حیا یعنی در انسانی به با حیا باشه حیا خودش یک نشانه ایمانداری یعنی یا که شاخه ایمان است برای انسان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را روایت, روایت میکنند چقدر انسانی به حیا بودن به همین خاطر به حیا بودن خوب است حتی حضرت عایشه مادام روایت میکنه حدیث مسلم است میگه روز همراهی جناب پیامبر صلی الله نشسته بودیم حضرت ابوبکر یعنی اجازت پرسید داخل شد جناب پیامبر میگه به یک پهلو غلیده بودن پاهاشون تا یعنی این خاقی پایان این که تا ساقه بلند بود لبی دامنشون میگه حضرت به همون حال ایستاده بودن بعد از اون حضرت عمر داخل شدن حضرت دا همون حال ایستاده بودن وقتی حضرت عثمان آمدن میگه وقت اجازت گفتن جناب پیغمبر میگه خیست لبهای دامن روش کردن و نشستند همراهی اینها صحبت کردن اینو خیستن رفتن میگه بعد از اون حضرت عایشه مادر میگه من پرسیدم گفتم یا رسول الله آیا عثمان نسبت به ابوبکر عمر فضیلت و یعنی درجهش بالا است که نزد اینها نخیستی به همون حال بودی وقتی عثمان آمد خیستی نزد و جناب پیغمبر صلی الله علیه و که ای عایشه آیا من از شخصیت شرم ندارم که حیا از شخصیتی که از او های آسمان حیا میکنند یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه با حیای داشتن که از حیای عثمان تمام ملائکه های آسمان حیا میکردن همین خاطر حیا برادران عزیز بزرگوار خوب است در آخر دعاگو هستم که پروردگار بزرگوار برای تمام من و شما برادر های مؤمن و مسلمانم خداوند یعنی از خوبی های ماه رمضان و از خوبی های این شب قدر خداوند من و شما را برخوردار بگردانه و در این شب های نورانی خداوند گناه های ما را مغفرت بگرداند گذشتگی های من و شما را رحمت و مغفرت بگردان خداوند خبرهاشون هاشون پر نور و هاشون شاد جا هاشون جنت بگردونه مشکلی های دینی و دنیوی من و شما را خداوند آسان بگردانه پروردگار و بار تمامی تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشم به مراد و مقصد برسان را از بلاها و و مسیبتها و مشقتها از این وباها از این دردهای توابت نشونده تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را خصوصا مسافرها و مهاجرها را در حفظ امان و نگه بدار را در کسب کارهاشون برکتها عطا بفرما مشکلی هاشون آسان بگردان پروردگارا بار و وطن عزیز ما را از این وبا و از این دردی یعنی چقدر ناراحت کننده پروردگار را در حفظ امان نگه بدار و از این و از وطن ما دور بگردان پروردگار و بار ها هر چیزی که ریزای خود و دست برای ما نصیب بفرما از قهر بود ما را در حفظ امان و نگه دار پروردگار و گناه های ما را مغفرت بگردان پروردگار اون لحظه که ما از دنیا به سوی تو بازگشت میکنیم ایمان کامل همراه ما شریک و رفیق بگردان پروردگار آخرت ما را آباد بگردان پروردگار و بار الله این ماه رمضان این ماه بزرگ پروردگار را سبب پاگیزه شدن پاگیزه شدن گناه ها برای ما بگردان و در روز قیامت پروردگار را این ماه رمضان شفاعتگر ما بگردان از شکایت این رمضان ما را در حفظ امان و نگه بدار پروردگار را خاتمه مون به خیر بگردان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا و محمد و آله و اصحاب